امروز ها بازار نفت ایران داغ است نه بازار فروش بلکه بازار بس بر سر صادرات آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از مشرا جذب کرده که آن را متوقف کند یا به قول خودش به صفر برساند آیا موفق خواهد شد کاهش صادرات نفت ایران برای ایران به چه معناست و برای بازار جهانی نفت چه در بر خواهد داشت چرا سارا بخشوری مهمان من در این برنامه معتقد است که نفت در ایران از زمان مصدق تا الان وسیله مقاومت و مبارزه بوده نه ابزار رشد و ترقی سارا بخشوری مؤسس و مدیر مؤسسه SVB انرژی اینترنشنال و کارشناس برمرالی انرژی است و مقالات و نظرات او در خصوص نفت به خصوص نفت در ایران و حوزه خلیج فارس در مطبوعات معتبر اقتصادی جهان منتشر می شود. خانم سارا بخشوری به برنامه به دیگر خوش آمدید ممنون که من رو دعوت کردیم به برنامه تو خانم بخشوری شما شش ماه پیش یعنی قبل از آغاز تحریم های امریکا علیه ایران گفته بودید که امریکا نمیتونه فروش رسمی نفت رو به صرف برسونه ولی ظاهراً الان نظرتون عوض شده نظر من عوض شده یا اینکه اتفاق دیگری افتاده؟ حالا این شما توضیح بدین <applause> خب آقای فانی نکته که وجود داره اتفاقا همیشه این سوال خیلی از من میپرسن شما شیش ماه پیش اینو گفتین پارسال بازار مثل یک موجود زنده است که هر لحظه تغییر میکنه و من توی مصاحبه که با شما شش ماه پیش داشتم گفتم که تا ماه نوامبر پارسال یعنی برای ماه نوامبر و 180 روز آینده که آقای ترامپ قرار معافیت صادر کنه یا صادر نکنه امکان رسوندن فروش رسمی ایران به صفر خیلی کم هست به دلیل اینکه بازار آمادگی پذیرش و جایگزینی کل نفت خام ایران رو نداره ولی توی همون مصاحبه با شما گفتم که برنامه آمریکا این هست که تا اواسط و تا سال 2009 2019 کم کم صادرات نفت ایران و فروش رسمیش رو به نزدیک به صفر برسونن به دلیل اینکه سال آینده رشد صادرات آمریکا و مهمتر از اون ظرفیت صادراتی آمریکا افزایش بیشتری پیدا میکنه و بازار آمادگی پذیرش صادرات رسمی ایران به صفر رسوندن صادرات رسمی ایران رو داره ضمن اینکه تو همون مصاحبه ها با هم بحث کردیم که ماه نوامبر روزی که تحریم ها علیه ایران قرار بود اجرایی بشه چند روز قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا بود و هر گونه عامل روانی و افزایش قیمت های بنزین میتونست تاثیر بذاره روی باخت حزب آقای ترامپ توی انتخابات کنگره و برای همین بود که توی, مزا... توی صحبت های اون موقع من گفتم که امکان اینکه فروش رسمی ایران در ماه نوام به صفر برسه خیلی کمه آها خب حالا شما بیشتر تاکیدتون روی فروش رسمی نفتی ایرانه که ممکنه به صفر برسه بور فروش غیر رسمی نفت ایران فکر میکنین در چه ظرفیتی باشه که بتونه لطمه اونچنانی به اقتصاد ایران نزنه فروش رسمی ایران اگر که به صفر برسه فروش رسمی غیر رسمی نمیتونه نمیتونیم بگیم که لطمه ای به اقتصاد نمیزنه یعنی بودجه ای که امسال ایران برنامه ریزی کرده بر اساس صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت خامه بنابراین صادرات غیر رسمی ایران و کلا صادرات حالا رسمی یا غیر رسمی اگر به اندازه 1.5 میلیون بشکه در روز نباشه این دوچار اقتصاد ایران لطمه میبینه و تخمین هایی که وجود داره از صادرات غیر رسمی خیلی خیلی پایین تر هست از این یک میلیون بشکه البته این تخمین هایی که وجود داره بر اساس فروش غیر رسمی ایران در زمان تحریم های هسته تحریم های هسته زمان آقای اوباما چیزی که رصد شده هست یعنی هنوز کارشناس های معتقد هستن که به عنوان مثال در یک شب ابری شاید ایران بتونه مقدار زیادی نفت صادر کنه به یک کشور همسایه که رصد نشه تخمین هایی که وجود داره از فروش غیر رسمی ایران بر اساس چیزیه که در های گذشته رسد شده. خب حالا با این صحبت‌های شما یعنی اینکه به هر حال وضعیت صادرات نفت ایران لطمه خیلی جدی می‌بینه و داره می‌بینه در حال حاضر و این یعنی اینکه لطمه خیلی جدی به اقتصاد ایران خواهد زد. آیا به نظر شما عواقب این لطمه ای که به اقتصاد ایران می‌خوره چی می‌تونه باشه؟ خب یک نکته که وجود داره اینه که از زمان به دلیل تحریم های متفاوتی که ایران روی صنعت نفتش داشته ولی بالاخص روی صادرات نفت از زمان تحریم های هسته وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت خیلی کمتر شده یعنی امروز که ما با هم صحبت میکنیم وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفتش خیلی کمتر شده نسبت به فرض کنین سال 2012 که آقای اوباما تحریم های هسته ای رو علیه صادرات نفت ایران گذاشت ولی خب مسلما صادرات نفت برای ایران یکی از منابع اصلی برای دسترسی و ورود ارز به ایران هست موجب تورم ممکنه بشه و مسلما آسیب های متفاوتی رو میتونه به اقتصاد ایران بزنه یه نکته که من میخوام اشاره کنم یه نکته جالبی که داره اتفاق میافته اینه که به نظر میرسه این تحریم های نفتی که حالا صادرات رسمی به صفر برسه در ماه می اجرایی شد و سهل ایران که در ماه گذشت اولین ماه تقویم ایران اتفاق افتاد هر دو دو اتفاق ناگوار بودن که در شرایط امروز بسیار سخت میکنن زندگی و اقتصاد رو برای مردم ولی در دراز مدت میتونن هر دو اینها برای ایران خوب باشن یعنی اتفاقات جالبی توی ایران داره میفته مثلا کارآفرینان مخصوصا در حوزه دیجیتال تو ایران خیلی پیشرفت دارن میکنن توی استفاده از ارزهای جایگزین مثل بیت کوین ارزهای کریپتو کریپتو و ارزهای دیجیتالی و این یه اتفاق جالبه که میشه گفت که اگر ایران با این سرعتی که کارافرین های ایران دارن به این سمت میرن میتونه یکی از مراکز مهم تجارت با ارزهای دیجیتالی باشه توی منطقه بنابراین این مقاومت هایی که ایران در برابر تحریم کرده هر بار یک جوری آینده اقتصاد و نوع ها و این نتورک، این شبکه اقتصادی ایران رو عوض کرده آها. خب حالا در همین وضعیت نفت و صادرات نفت بمونیم و اون سال بعدی من اینه که شما اشاره کردین که امریکایی خودشون تولیدشون میبرن بالا و اون برحال جایگزین به طریق جایگزین نفت ایران میشه درباره نفت افزایش تولید عربستان کشوری مثل عربستان سعودی چی اینا چه نقشی داره؟ یه نکته مهمی که وجود داره اینه که باید توجه کنیم که پالش بر اساس نوع خاصی نف... های خاصی رو پالش میکنن و نفت خام آمریکا نفت خام که بنابراین جایگزین مستقیمی برای نفت خام ایران نیست که نفت خام سنگینه نزدیکترین نوع نفت به نفت ایران نفت عربستان و نفت امارات هستند نفت خام بنابراین تأثیر عربستان و امارات اوپک و بعد از اون حالا در درجات بعدی میشه گفت روسیه اینها جایگاه خیلی مهمتری دارن برای جایگزینی نفت خام ایران از لحاظ کیفی که پالشگران نیاز دارن و البته این بار تحریم های این دور که زمان آقای ترامپ اجرا میشه میعانات گاز ایران رو هم هدف قرار داده که میشه گفت در بازار مخصوصا کره جنوبی که بیشترین وارد کننده بیشترین مقدار میعانات گازی ایران رو وارد میکنه مستقیما میدان فورد آمریکا این میانات گازی رو سهم زیادی از میانات گاز ایران رو در کره جنوبی گرفته اوه. و در مورد افزایش تولید عربستان سعودی چی؟ یعنی من بیشتر میخواستم از اون زاویه به اینجا برسم که یک زمانی بود که اوپک یعنی کشورهای صادر نفت یک ابرقدرتی بودن در بازار جهانی نفت و به نظر میرسه که اوپک با این وضعیت اختلاف نظرهایی که وجود داره و به خصوص که ایران به طریقی منظوی کردن از طرف عربستان سعودی و دیگران آینده اوپک او وقت چی میشه؟ آیا این سازمان میتونه به حیات خودش ادامه بده به اون شکلی که بود؟ خب اوپیک یه سازمانیه که در طول تاریخ بر اساس واقعیت‌های موجود توی بازار و بازیگرهای بازار این نقشش و ماهیتش هی متحول شده و تغییر کرده به عنوان مثال سال هست که اوپک اون تاثیرگذاری زیادی رو که روی قیمت‌های بازار داشت از دست داد به دلیل اینکه بازارهای کاغذی و بازارهای بورس نقش زیادی رو پیدا کردن روی های نفت در حال حاضر به نظر میرسه که ورود روسیه به اوپک یک جوری این ماهیت اوپک رو عوض کرده و هم از یک سو میشه این این نظر رو میشه اینطور بحث کرد که حضور روسیه در کنار عربستان و اوپک یک جوری موجب منسجم شدن اوپک شده برای اینکه روسیه یک بازیگره که هم ایران میتونه باهاش صحبت کنه هم عربستان میتونه صحبت کنه در شرایطی که شاید ایران و اوپک ایران و عربستان نمیتونن خیلی راحت با هم سر موازهشون به عنوان دو تولید کننده مهم اوپک صحبت کنند بنابراین به نظر میرس که ورود روسیه به اوپک یک جوری یک واسطه ای در این میان قرار گرفته که کشورهای مختلف میتونن باهاش گفتگو کنن از طرف دیگه هم خب میشه این موضوع رو در نظر گرفت که حضور روسیه در اوپک و نزدیکی اخیر سیاسی و انرژی و تجارت روسیه و عربستان در سالهای اخیر یک جوری قدرت عربستان رو توی اوپک بیشتر میکنه که این به نفع ایران نیست <applause> حالا یک زمانی همطور که گفتم کشورهای تولید کننده نفس حرف اول رو میزدند و ما یادمونه در اول دهه هفتاد که هم بعد از جنگ عرب و اسرائیل که تحریم نفتی کردند کشورهای غربی رو و بعدش قیمت نفت شدیدن رفت بالا الان در واقع دست بالا رو در این بازار نفتی داره تولید کننده داره یا مصرف کننده؟ سال خیلی خوبیه به جنگ عرب و اسرائیل که شما اشاره کردین از اون موقع یک واژه در دارت معارف صنعت نفت اضافه شد به عنوان Oil وپنی یا سلاح نفت و این بود و این سالها این نظریه بود که چه در مثلا بحث های امنیت انرژی که چطور تولید کنندگان اصلی این عرضه نفت و قیمت های نفت رو به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده میکنن علیه مصرف کننده ها و در بین کشورهای مصرف کننده چه در آمریکا، اروپا و حتی چین و هند همیشه در برنامه های امنیت انرژیشون خیلی حساس بودن که چطور این ابزار سلاح نفت علیه خودشون رو به شدت کاهش بدن و اثر بخشیش رو کم کنن ولی الان اتفاقی که افتاده اینه که تولید کنندگان اصلی مصرف کنندگان اصلی مخصوصا آمریکا که خودش الان هم بزرگترین مصرف کننده و هم بزرگترین تولید کننده است این سلاح نفت رو استفاده میکنه علیه تولید کنندگان اصلی نفت که نشون میده که این بازی چطور برعکس شده و به ضد تولید کننده اصلی رسیده یعنی تحریم هایی که سال هاست آمریکا علیه تولید کننده اصلی مثل ایران حتی در زمانی که تولید آمریکا زیاد نبود تحریم هایی رو که علیه صنعت نفت سرمایه گذاری و تولید نفت ایران میگذاشت یا امروز ونزوئلا یا صادرات ایران همگی نشون میده که این سلاح نفت الان ابزار محکمیه که در دست مصرف کننده ها به ویژه آمریکا قرار داره حالا حالا شما اشاره ای به سال هفتاد کردیم و یک خود از نظر تاریخی به عقب رفتیم یک خود عقبتر از اون بریم شما معتقدید که نقش تاریخی نفت را اشاره میکنید میگید که نفت از زمان مصدق ابزار مقاومت و مبارزه بوده نه ابزار رشد و شکوفایی چرا این حرف رو میزنید؟ این این موضوع شاید ناخواسته اتفاق افتاده تو ایران یعنی به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی ایران ایران همیشه در یک جور انزوا و یا تحت فشار فشارهای خارجی قرار داشته و نفت همیشه ابزاری بوده براش که یک جوری خودش رو مقاومتر کنه و روی پای خودش بیسته و این رو اگه من بخوام مقایسه کنم برای شما با عربستان البته این مقایسه مقایسه نیست که من بخوام بگم دو مورد مشابهه یعنی عربستان کاملا در موقعیت متفاوتی از ایران قرار داشته چه از لحاظ توانایی ایجاد امنیت برای خودش به عنوان یک کشور تا موقعیت های مختلف جهانی فقط من یک مقایسه می‌کنم در مورد پروسه ملی شدن نفت توی دو, دو کشور ایران و عربستان در ایران نفت که ملی میشه یک پروسه خیلی یک ای در اون زمان شرکت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس که امروز ما به عنوان بریتیش پترولیوم یا بی پی میشناسیم طرح دعاوی علیه ایران میکنه و با اینکه ایران این دعاوی رو میبره در دادگاه بین المللی و, و نفتش ملی میشه ولی از همون روز اولین تحریم نفتی علیه ایران اجرا میشه شرکت بی بی استدلال میکنه که پالشگاه آبادان جزوی از اون قرارداد طولانی مدت نبوده بین ایران و انگلیس و سرمایه گزاری این کشور بوده بنابراین من میکنه و تحریم میکنه هر گونه خرید فرآورده نفتی از پالشگاه آبادان رو بعد از اون تحریم ها بود که ایران یاد میگیره و متوجه میشه که اگر نفتگیش های خودش رو داشت میتونست این تحریم رو سریعتر و به صورت بهینه دور بزنه و میتونست میتونست این فرورده نفتی رو توی نفتکش های خودش بذاره و بفروشه و این شالوده و یا اولین آجر شرکت ملی نفکش ایران که الان جز بزرگترین شرکت های نفکش توی دنیاست و ظرفیت بالایی داره و همین امروز که ما اینجا نشستیم میشه گفت که ستون فقرات دور زدن تحریم ایران و مقاومت ایران برای نفت بوده از اون تحریم های اولیه گذاشته میشه در سوی اون طرف داستان اگر حالا چون شما عربستان رو توی یکی از سالات سالات اولتون مقایسه کردیم با ایران شاه عربستان جور دیگه این رو نفتش رو پروسه ملی شدن رو دنبال میکنه یعنی با آمریکایی ها مذاکره میکنه به اونها میگه من تمام سرمایه گذاری شما رو برمیگردونم یک برنامه طولانی مدت با آمریکا میریزن که در چه طی چه مدتی سرمایه های آمریکا بازگرد برمیگرده و شاه آمریکا شرکت آمریکایی رو مجبور میکنه که در طی این مدت نیروهای داخلی عربستان از خود مردم عربستان نیرو پرورش بده تا روزی که این شرکت آمریکایی میره شرکت نفت عربستان به دست خود عرب ها بگرده و این شرکت آمریکایی میاد توی چادرهای عربهای بدوی و بچه ها رو جمع میکنه میذاره مدرسه تا زمانی که به دانشگاه های آمریکا میفرسته اینها رو مهندس میشن بعد مدیر میشن و خود آقای علی نعیمی وزیر نفت عربستان تولید همین سیاست هست <applause> و امروز دو تا شرکت رو هم مقایسه کنیم و سیاست های دو کشور رو نفت ابزاری بوده برای ایجاد امنیت رشد شکوفایی و ایجاد رابطه های طولانی مدت و ایجاد شرک های بلند مدت برای عربستان در طول تاریخ آه. همین امروز سرمایه هایی که عربستان در چین هند یا حتی روسیه کرده برای خودش در زمانی که اون آمریکا به عنوان تنها مدافع عربستان بود قرارداد نفت در برابر امنیت که بین روزولت و شاه عبدالعزیز اولین شاه عربستان روی کشتی ناو جنگی آمریکا در خلیج فارس بسته شد امروز دی دیگه آمریکا به نفت احتیاج نداره و برای اینکه عربستان امنیت خودش رو همچنان برقرار کنه این قراردادها و شر، 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 شرک پارتنرشیپ های نفتی طولانی مدت با کشورهای دیگه مثل روسیه که دوست تاریخی ایرانه مثل چین که دوست تاریخی ایران بوده بسته و اینطور امنیت خودش رو در کنار آها. رشد و اقتصادش تمنید. خیلی جالبه در واقع اگر که خانم بخشوری یک نگاه استراتژیک بکنیم به نفت به طور کلی آیا یک برنامه یک نظر و سیاست حساب شده مطالعه شده و تحقیق شده در مورد آینده نفت وجود داره که در درازمدت استراتژی به خصوص کشورهای که مصرف کننده نفت هستند برای نفت چیه؟ مسلما این استراتژی بلند مدت هست ولی بستگی داره که این استراتژی برای چه کسیه برای چه کشوری چه منطقه تولید کننده یا مصرف کننده و بله هست یعنی کشورهای به عنوان مثال تولید کننده اصلی و بازیگران مؤثر بازار مثل آمریکا روسیه و عربستان از حالا برنامه ریزی هایی کردن که جهت سرمایه گذاری هاشون و این سرمایه گذاری های استراتژیک و آه، آه، روش هایی که دارن آه، آه، تمام برنامه ریزی هاشون برای فرض کنید ده سال یا 20 سال آینده هماهنگ هست با میزان فرض کنید تقاضا در 20 سال آینده یعنی ما اتفاقی که همین در کشورهای مصرف کننده شما دارید میگین اینه که به عنوان مثال الان ماشین ها دارن به سمتی میرن که به جای بنزین از سوخت های جایگزین استفاده میکنن بنابراین نقش نفت در رانندگی و عادت های رانندگی و میزان تعداد ماشین ها توی دنیا هر چه در آینده بیشتر بشه تأثیری روی افزایش تقاضای نفت نداره و نفت سهم بازارش رو فرض کنید در بازار ماشین از دست میده رانندگی پایین میتونه ببخشید رفتون رو ببخشید رفتون رو قطع این میتونه گسترش پیدا کنه به خیلی جاهای دیگه شما میدونید که الان مسئله اصلی بشریت در واقع مسئله آلودگی هوا و مسئله به حال اون آلودگی هایی است که از انرژی فسیلی به دست میاد با توجه به اینکه الان دانشمندا هشدارهای خیلی جدی دارن میدن برای آینده بشریت و اصولا افکار عمومی جهانی هم یه مقدار زیادی آگاهتر نسبت به این مسئله مدام در حال اعتراض به این قضیه است اون وقت شما در مجموع فکر میکنه آینده ای انرژی فسیلی چی میشه خب این بحث این صحبت شما دقیقا درسته یعنی فرض کنید یکی از تغییرات عمده که توی دنیا به وجود اومده به خاطر تصمیم مقامات چین هست که تصمیم گرفتن که آسمونهای چین دوباره آبی بشه و شروع کردن نفت خام رو در کل صنعتشون تولید برق ماشین ها دارن این رو با گاز جایگزین میکنن خب گاز هم جز سوخای فسیلی یعنی همونطور که من گفتم این عادت ها و مکان هایی که نفت حالا یا گاز یا سوخت های مختلف مورد استفاده می گیرن عوض میشه و دوباره برگردیم به عربستان یا بازیکنان اصلی آمریکا آماده هستن برای اینکه 20 سال دیگه میدونن که نفتشون در کجا استفاده میشه و همینطور که شما گفتین در جاهای در جاهای مثل مخصوصا سوخت البته در هواپیماها و دیزل هنوز جایگزینی نداره یعنی هنوز هواپیمای خورشیدی ما به, به،, به،, به اونجایی نرسیدیم که فرض کنیم هواپیمای خورشیدی داشته باشیم یا هواپیمایی که با گاز حرکت کنه هنوز نفت در سوخت هواپیماها جای مهمی داره اما سوخت کشتی ها از سه چهار سال آینده ممکنه رو به استفاده از گاز بره. اما در پتروشیمی تقاضا برای نفت هنوز هست یعنی ما هنوز در بطری پلاستیکی آب میخوریم لوازم آرایشی و بهداشتی همه رنگ ها هنوز پتروشیمی در ساخت پلاستیک و اسباب ها هنوز تقاضای زیادی داره و شما نگاه می‌کنید می‌بینید که عربستان از اون دید سنتی که ته ده های گذشته داشته و برای ایجاد امنیت ارزی خودش توی پالایشگاه‌های دنیا و بازارهای هدف سرمایه‌گذاری می‌کرده الان روی پتروشیمی ها داره سرمایه‌گذاری می‌کنه یعنی الان تو بازارهای هدف و مصرف مثل چین و هند سرمایه‌گذاری زیادی روی پتروشیمی کرده مطالعات و تکنولوژی جدیدی رو این شرکت به دست آورده که مستقیم نفت رو وارد پتروشیمی میکنن و این پروسه خیلی سریعتر میشه بدون اینکه شما بخواید وارد پالایشگاه کنید واقع. و نکته بعدی اینه که سرمایه‌گذاری تو پتروشیمی در کشورهای مثل آمریکا که گاز فراوان داره و مزیت رقابتی برای عربستان ایجاد می‌کنه چون عربستان برعکس ایران منابع زیادی گاز نداره حالا شما در اون شرکتی که دارین این شرکت بینمولالی انرژی SVB شما به چه کسانی مشورت میدید و چه نوع شرکت هایی به مشتری های شما کیا هستن در واقع؟ ما مشتریان متفاوتی داریم از بخش های مختلف ولی علاقه شخصی من خود من به انتخاب افراد و مشتریانی بوده که بیشتر دید دراز مدت و آینده نگر آینده دو طولانی مدت رو میبینن ما بیشتر کارمون با افرادی که به استراتژی های دور و به دور آینده دورتر نگاه میکنن به عنوان مثال ما سال 2010 جزوی از یک پروژه بودیم که از ما میخواستن سناریوهای متفاوتی رو در نظر بگیریم که قیمت نفت به 25 تا 50 دلار برسه در اون موقع مسائل روز اون موقع و بحث و گفتمان غالب اون موقع این بود که ما الان به قله تولید رسیدیم پیک دیمند و ار 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 ببخشی پیک ساپلای رسیدیم و به قله عرضه ارز و عرضه نفت داره کاهش پیدا میکنه تقاضا داره رشد پیدا میکنه دنیا باید با نفت ارزان خدا خداحافظی کنیم و ما دیگه نفت زیر 100 دلار نمیبینیم اون. چند جلسه اول واقعا برای ما سخت بود که تصور کنیم که قیمت های نفت روزی به 50 دلار برسه تا نهایت اینکه کلاینت ما به ما گفت ما واقعا نمیخوایم شما به ما بگی نفت چقدر میشه ما فقط سناریو ها رو میخوایم ببینیم آه. این افرادی که به دورتر نگاه میکنن وقتی که شما روی اینها نگ... به آینده دورتر نگاه میکنین اتفاق امروز، اتفاقات امروز رو هم خیلی بیشتر و سریعتر متوجه بسه. میشین که از چه قراره و خب ب... این برای ما جذابیت بیشتری داشته بسیار خب شما علاوه بر دکترهای امنیت انرژی و مطالعات خاورمیانه فوق در روابط بین‌المللی و فوق در بازاریابی بین‌المللی دارید مقالات متعددی درباره نفت و انرژی نه که در مقدمه گفتم منتشر کردید و کتابی هم منتشر کردید زیر عنوان بازاریابی و فروش نفت خام صادراتی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی حالا مؤسسه بلوملالی انرژی اس وی بی, بی هم هم که گفتیم هم خودتون تأسیسش کردید و هم مدیریت داریم میکنید و اگر همه اینها به اندازه کافی شما برای بشخول نکرده ظاهرا هم شیرینی میپذید هم عطر میگیرید و هم جوارساز... جوارسازی تراحی میکنید و اخیرا گویا شمشیربازی هم میکنید کی وقت میکنید برای این کارا؟ سوال سختی پرسید من همیشه دیدگاه قالب به خانم ها مثلا یا افرادی که همونطور که شما گفتین در هیته کاریشون هزاران مورد رو دنبال میکنن و به موفقیت های نسبی میرسن اینه که این آدم ها فقط توی اون حوزه مشغول به کار هستن واقعا تجربه که من دارم اینه که فقط ذهن حالا شاید من یا همه آدم ها نمیتونه خلاق باشه و ایده های جدید پیدا کنه اگر که فقط تمام وقت مشغول مطالعه و کار باشه و همین شیرینی پزی در زمستون یا عطر گرفتن در بهار مثل یک جور مدیتیشن و کمک میکنه هم به من که با بچه هم بازی کنم وقت اوقات بهتری رو داشته باشم هم بهتر فکر کنم بسیار خوب خیلی متشکرم البته این هم اضافه بکنم که در عین همه این کارها از دو تا بچه تو هم مواظبت میکنیم بزرگیشون میکنیم خیلی متشکرم خانم سارا وخشوری از شرکتتون در برنامه به دیگر ممنون شما